ماشینه مشتی مندلی های مندلی های مندلی نبوغ داره نسندلی نسندلی این ماشینه یا گاری درش گس یا سواری این از همه خنده رو برده توی لطری آهای آهای بچه ها بریم تو کار آقا همش چشمش تو آینه است دید میزنه به پا همش چشمش تو آینه است ننه به پا ماشینه مشتی مندلی ستاره نبود تو اردو خوش نمیگذشت مگه شما نمیدونین مادر ستاره یکی از خواننده های بزرگ و معروف بوده صفحه های آوازشو هنوز در نیامده مثل ورق زر میخریدن اما حالا دیگه پیر شده و اون شهرت و محبوبیت سابقو نداره بیا یه چایی بخور خستگی در بره تو دیگه ماشاءالله دختر بزرگی شدی میدونی خرج زندگی شوخی بردار نیست آدم اگه پای کوه طلا هم نشسته باشه بالاخره یه روز تموم میشه من که چیز زیادی از اون نمیخواستم من که دختر ولخرجی نیستم اون خودشم دلش نمیخواست اما چاره ای نداشت نمیخواست تو بدونی که تو کافه کار میکنه به منم سپرده بود به تو نگم اگه بفهمه خیلی ناراحت آخه خانم آقا شما که نمیدونی مادرم مریضه اون قلبش مریضه دکتر بهش گفته هر دقیقه ممکنه قلبش وایسه چرا این کارو قبول کرده برای خاطر تو اگه مادر تو یه کافه درجه سه آواز میخونه برای اینه که تو راحت به درس و مشقت برسی برای اینه که تو راحت زندگی کنی من نمیخوام خیلی لطف فرمودین قربان کافه من متعلق به شماست چی میل دارید؟ ما فقط برای شنیدن آواز خانم اومدیم به هر حال هر فرمایشی داشته باشین بنده در خدمت گذاری حاضرم خیلی متشکرم سفارش با اجازه بابا اینم کافه است ما رو آوردی اگه آدم حسابی ما رو ببینه پاک آبرومون میره راست میگه دیگه بابا خیال میکنه که ما خیلی آدم حسابی هستیم خواننده محبوب شما آخه الان که نمیشه مادرتون رو سن داره برنامه اجرا میکنه من همینجا منتظرش میمونم میخوام باش حرف بزنم پس برو پشت سه بروز خان بروز خان ببینم وقاحتم حدی داره
اینطوری از یه خواننده معروف و قدیمیتون قدر شناسی میکنی؟ شماها احساس ندارین. شماها انسان نیستین. همین شماها بودین که برای شنیدن صدای کارمن سر و دست میشستین. چرا اینقدر بی‌عاطفه و فراموشکار شدین؟ کسی که تمام احساس و وجودشو برای سرگرمی و تفریح شما گذاشته مستحق این پاداش احمقانه نیست. حالا هم هر کسی دلش نمیخواد صدای این خانم رو گوش کنه، گورش رو از اینجا گم کنه. من از شما معذرت میخوام. امیدوارم ناراحت نشده باشین. بعضی ها نمیتونن لطف صدای شما رو بفهمن. متشکرم. به هر حال من و دوستانم افتخار میکنیم که صدای شما رو گوش کنیم. ادامه میدیم؟ البته. Thank you.
بلنشو مادر، بلنشو. خواهش میکنم اینقدر خودتون رو ناراحت نکنیم، بلنشو، خواهش میکنم. چیزی نیست حالتون خیلی بهتره. تنها راه بهبودی شما استراحته، باید کاملا استراحت بفرمایید. البته چند تا دوام براتون می نویسم. دو جور شربت نوشتم، دو جورم قرص. از هر کدوم روزی دو دفعه میل می فرمایید صبح شب. خانم کاملا خوب شدن، هر وقت خواستن می تونن تشریف ببرن. متشکرم. شما بازم که گریه می کنید. بس دیگه، اینطوری خودتون از بین میبرید. بس کنین دیگه. دلم از این میسوزه که نتونستم بالا سر مادرم باشم. عوضش بهروز ترتیب همه کارا رو داده. برای مادرتون تشییع جنازه خوبی هم ترتیب داده بود. بهروز؟ آره، تو این مدت هم که شما بیهوش بودین هر روز میامد اینجا. این کلارم اون براتون آورده. سلام. سلام. صبح بخیر. شما خیلی ما رو ترسونده بودید. الحمدلله حالتون خیلی خوبه. شما باید بهروز باشید. بله. چطور مگه؟ هیچی. خیلی خوشبختم که حالتون کاملا خوب شده. دکتر گفت که میتونید برین خونه. من حاضرم شما رو برسونم. متشکرم. شما خیلی لطف دارین. دیگه مزاحم شما نمیشه. نه نه، این حرفا چیه؟ برای من هیچ زحمتی نیست. خواهش میکنم، من تو ماشین منتظرتونم. بله، من به هنرش احترام میذاشتم، همه مردم دوستش داشتم. تو زندگیش هیچ کسو غیر از من نداشت. یعنی منم همینطور. حالا دیگه کاملا تنها شدم. آه، خیلی آدم ها هستن که با وجود داشتن پدر و مادر و فامیل تنها هستن. یعنی با دنیای خارج از درون خودشون غریبن، مثل من. میدونید وقتی اطرافیان حرف آدم رو نفهمن، مثل اینه که اصلا وجود ندارن. اینطور تنهایی کشنده است، قابل تحمل نیست، واقعا کشنده است. نمیدونم، شاید. آه، من امروز چرا حد گیز شدم؟ میخوایم بریم یه جای بشینیم و یه چیزی با هم بخوریم؟ نه متشکرم، دیگه رسیدیم. لطفا همینجا بپیچین توی خیابون دست راست. راستش یه موضوعی منو خیلی ناراحت کرده. چی؟ اجازه میدی این سوالی ازتون بکنم؟ البته، خواهش میکنم. با این وضعی که براتون پیش اومده، هیچ فکر کردین که چطور باید زندگی کنیم؟ یعنی چی؟ منظورتون؟ میدونین؟ یعنی شما سرتون خیلی خوبه. من فکر میکنم این بهترین راهیه که بتونین آینده روشنی داشته باشین. شما از صدای من این کارت منو داشته باشین. اگه یه وقت کاری داشتین من میتونم کمکتون کنم. خیلی متشکرم. خدا حافظ. به امید دیدار. ستاره خانم، ببخشید کیفتون رو جا گذاشتین. خیلی ازتون معذرت میخوام. بازم ازتون متشکرم. خداحافظ. Thank you.
خواهش میکنم. فکر میکنم اینطور بهتره. بسیار خوب. موافقم. ترتیبشو خواهم داد. متشکرم. بله آقا. این قرارداد مربوط به خرید ماشین آلاته. من دیگه دستور. اون نامحرم زودتر ماشین کنه. چشم قربان. قربان. مهمونا تو باغ منتظرتونن. بهشون بگو الان میام. بسیار. قربان پرونده مربوط به شرکت شیار آذربایجان که خواسته بودین. فعلا من مهمون دارم. بگذارید برای فردا. جون درست مثل دختر کلفت هست. جوراب و لچک سرش رو نگاه کن. انگار خانم اومده بود بهروز خانو پس بده. آه نگاه کن بهروز مدالیون خودشم داده به اون. حیفت اومد بیندازی شیطون. همینجا بودم آقا، همینجا بودم. بهروز، خوش کن بهروز. نکنه تازگی ها کلفت باز شدی؟ منظورتون رو نمیفهمم. شایدم از چادر چاخچوری ها خوشش میاد. خواهش میکنم. بیا جونی کلفت پس اندازشو یه جا برات آورد. شایدم پولیه که خودت بهش دادی و کمش بودی. نمیفهمم بیا جونی کارت ویزیتت. اما مدالیون یادگاری رو که دیشب بهش دادی بودی با خودش برد تفلکی. آقا خانمه تشریف بردن. ببینم شما به اون دختر حرفی زدین؟ چیزی گفتین که ناراحت بشه؟ بازومو شکستی؟ مگه حالا چی شده؟ لعنت به شما. ناراحت نشو دخترم، این رسم دنیاست. وقتی یه هنرمندی پیر و فقیر بشه همه فراموشش میکنن، تنها و بیکس از دنیا میره. منحصر به مادر تو نیست. میدونم تو این دنیا ارزش یه هنرمند بسته به مقدار پولیه که داره و الا هیچ. کاملا درسته دخترم، به تسلیت میگم. امیدوارم که غم آخرت باشه. من که دیگه کسی رو ندارم تو این دنیا، تنهای تنها. خب چاره چیه دخترم؟ نه آقا خواهش میکنم. دختر چون این پول مادرت از من طلبکار بود. گفتم طلبکار بود. متشکرم. نمیخواد از من تشکر کنی. بازم بهت میگم صدای تو خیلی صافه. از این نعمتی که خداوند بهت داده استفاده کن. برو دنبال خوانندگی. قول میدم سر یه سال صاحب همه چیز میشی. همه چیز. دلم لولو یه روزی مثل خورشید بدرخشه. خدا حافظ. قربون قدمتون. بازم از این کارا بکنی. از این نعمتی که خداوند بهت. وای که با این صداد منو دیوونه کردی. آخه اینم حلقومه تو داره یا بوق حموم؟ جناب عالی کی باشی؟ من ستاره. هر کی هستی باش بیا من از دست این خنگ نجات بده. آخه این قشنگتره. آخه نمیدونی وقتی میخونه انگار 2000 تا قاشق و چنگالو میکشن توی سینی. دیگه حالی با آدم میمونه؟ نه والله. نمالی را حرفا رو میزنی؟ نه خیر، پس دارم به خاله جونم میگم. دارم تو رو میگم دیگه. صداد مثل نره فیل میمونه. فهمیدی؟ فیله. فیل. صدای من مثل نره فیلم میمونه. خیلی خب اگه به پاپا جونم نگفتم. ای قربونه اون پاپا جونت به ریلاهی. این مرد حالا اگه بتونی یه خواننده خوب برای کاباره من پیدا کنید خیلی ممنون میشم. چشم، به مجرد این که آقای نکیسه از مسافرت برگردن ترتیب این کارو میدیم. متشکرم. خداحافظ. مرحمت عالی زیاد. براو زیتون واقعا عالیه. نه خیر زیتون خوبه. بپرین رو می می می. آفرین. چرا ادامه نمیدید؟ خواهش میکنم. سلام و تعظیم عرض میکنم قربان. از خارجه بفرمایین، داخلی بفرمایین. قدمتون روی چشم بنده. صدای شما سحرآمیزه. واقعا بی نظیر. متشکرم آقا. اونطورام که شما میفرمایین نیست. اختیار دارید خانم. من گوشم در تشخیص صدا خیلی است. البته قربان، شما صاحب کاباره هستین، هنرمند واقعی رو فوراً میشناسین، همونطور که بنده رو شناختین. شما واقعاً گوهر شناسین قربان. شما چند وقتی که دارید تعلیم میگیرید؟ من والا درسته قربان، درسته قربان، بنده ایشونو کفششون کردم درست 12 دقیقه قبل، درست در حالی که شما ممکنه ساکت باشید؟ کش، بله.
شما با این صداتون میتونید قلب‌ها رو تسخیر کنید. درسته. همون لحظه که بنده ایشونو دیدم قلبم گفت تر 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 تر. گفتم خفه. ای چشم. بله. من از شما یه خواننده بزرگ خواهم ساخت. در کمترین مدت شما رو به اوج شهرت میرسونم. شما در آسمان هنر مثل خورشید. درست مثل بنده قربان. چشم. ببخشید. خب حالا حاضرید با من همکاری کنید؟ والا نمیدونم چی بگم. فقط کافیه که شما موافقت بفرمایید. دستور میدم بزرگترین استادان این شهر به شما تعلیم بنده از همین حالا حاضرم قربان. بعدم یه تبلیغات بزرگ. بنده را فراموش نفرمایید. میخوام همراه خانم طلوع کنم. گفتم خفه شو. خب قبول میکنیم. در مقابل این لطف شما من چه کاری باید بکنم؟ هیچی. فقط در بزرگترین کابار این شهر برنامه شو. من اینجا رو با دست خودم برات درست کردم. برای هنرمندی مثل تو خیلی ناقابله. ولی اگه به من اطمینان کنی بهترین زندگی رو برات درست می‌کنم. بهتره بری اساسیات رو بیاری. ولی من فقط همینو دارم. فقط همینو داری؟ خب بذارش اینجا. خب عزیزم نظره در این باره چیه؟ میپسندی؟ برات مناسب هست؟ متشکرم. متشکری؟ تشکر برای چی؟ اگه قرار باشه تو کابره من برنامه اجرا کنی سرم به نت گذاشتی. حالا چرا وایسادی؟ بیا بشین. ببخشید. متشکرم. شما تا حالا به من خیلی لطف کردی. اگه عوض شما منو تو خطاب کنی بیشتر لذت میبرم. خب از کار حرف بزنیم. میدونی عزیزم من تا حالا بهت نگفته بودم که شریک دارم. برای اینکه مبادا یه وقتی حق تو در آینده ضایع بشه من یه قرارداد برات تنظیم کردم و توش موادی گنجوندم که خیالت راحت بشه. حالا امضاش کن عزیزم. حالا شده یه دختر حسابی. یه میلیون تومن جریمه کسیه که بخواد مواد این قرارداد رو زیر پا بذاره. هم من عزیزم هم تو عزیزم. چرا یه میلیون تومن؟ مگه شما نگفتی؟ حرف که سندیت نداره دختر جون. امضای پای قراردادی که سندیت داره. به هر حال به من دست نزن. بینو هر چی دیدی از چشم خودت دیدی. من امشب این بزم کوچولو رو ترتیب دادم که دو نفری با هم خوش بشیم عزیزم. البته شما باید هم خوش باشین. چرا که نباشم؟ وقتی تو این خونه منم و خوشگلتری زن عالم چرا خوش نباشم؟ احمقا از یه همچین موقعیتی لذت نمیبرم. خودشون خودتو کابارتو ببری. دختره تو رو همین امروز از اینجا رفت. طفلک تمام اساسیاشم فروخت. نفهمیدین کجا رفت؟ نه آقا به من چیزی نگفت. شما کاری براش پیدا کردین؟ آره تقریبا. پس چرا زودتر نیومدین؟ طفلک خیلی ناراحت بود. نمیدونم چرا زودتر نیومدن. خوبه خوبه. حالا برو بالاتر. بازم یه کمی بالاتر. مگه نمیخوای استخدام بشی دختر جون؟ بازم برو بالا. بالاتر بالاتر. آخه بیشتر از این خجالت میکشم. به خجالت چیه خانم جون؟ بکش بالاتر بالاتر. این جوجا هرکی کمتر برای لباسش پارچه مصرف کنه ارزش هنریش بیشتر میشه. خب حالا بچرخ ببینم چی. بچرخ مشده بچرخ. خیلی خوبه بایم. ایبا خواهش میکنم نکنه که قلعه کم میاد. آقای عیبی نداره. باید یواش یواش عادت کنید. سلام عرض میکنم. چرا دم در بایستیدیم؟ بفرمید تو.
متشکرم. من اومدم راجع به اون آگهی. بله. ایشون هم برای همین اومدن. منتها بنده باید که امتحانکم از شما بکنم. خب امتحان کردن که مانعی نداره. نه خیر، مانعی نداره. من هم بلدم آواز بخونم. اونش مهم نیست که شما چه هنری دارین. مهم اینه که شما بتونین صاحبان کاباره و کافه ها رو همچین داشته باشید و گوشو. بله. ماشالله ماشالله همچین هیکل و قدتونم که کاملا مناسبه. خب شروع میکنیم. بچپ. خیلی خوبه. حالا بزن بالا. چی رو؟ به همونی که تنتی، دامنی تو. ببینم، دوست داری عکس تمام قد باشه یا مثل اون نیمتنه؟ عکس؟ والا من خیلی عکس انداختم، ولی فکر میکنم عکس نیمتنه بهتر میشه. آها، پس بدبخت. خوش بر سر نیمتنه. شما رو به خدا یه خوده یواش نه، با هاتون کار دارم. چی میخوای بگی؟ آخه اینجوری که شما بودید نمیشه حرف زد. من از بس دویدم، خسته شدم. خیلی خوب، بیا اینجا بشین. خیلی ممنون. چرا گذاشتی اون مردی که با تو اونجوری رفتار کنی؟ لابد تا حالا مزه بیکاری رو نچشیدی. خب منم بیکارم، اما هیچ وقت راضی نمیشم که. یه چیز دیگه، اصلا بیا با هم زندگی کنیم. خانم خیلی زن مهربونی. بهت قول میدم ناراحت نمیشی. میای؟ پاشو، پاشو بریم، یالا. این حرفو چیه دخترم؟ فرنگیس هیچ فرقی برام نداری. بشین عزیزم، راحت باش. آخی، ایشالا زیاد مزاحم شما نمیشیم. راست میگه خاله جون، ما تصمیم دیم از فردا بریم دنبال کار. به تمام خیابونا و فرقی جای ترون سر میزنیم. هر طور شده یه کاری گیر میاریم. ایشالا موفق میشین دخترم. خب، من برم براتون چایی بیارم. مرسی خاله جون. دیدی چه خاله مهربونی دارم؟ اینجا هیچ وقت ناراحت نمیشی. فعلا که ما کار پیدا نکردیم، اینجا از سرمونم زیادتره. من که دیگه از بس این در و اون در زدم دارم دیوونه میشم. خیلی خوب، حالا اینقدر خودتون رو ناراحت نکنید. آخ، اگه بدونی، آدم هر جا میره اول به خودش نظر داره. آقا، ممکنه بنده رو استخدام کنیم؟ خانم، شب وقت داریم با هم شام بخوریم. ببخشید آقا، به یه هنرمند احتیاج داریم. به هنرش که والا خیر، ولی اگه شاید یک کاری واسش کردیم. مردشون خودتون و کارتون رو ببره. تو رو خدا میبینی؟ هر جا که آدم میره همین وضعی. ببینم، تو گفتی آکاردون بلدی بزنی؟ آره، آره. پس نقشم خیلی خوب شد. والا Now, ladies and gentlemen, مشتری ها خیال میکنه اینم تازه برنامه کاباره. چشمونم سیاه و شوخ و شنگه، ابرو میندازم لنگه به لنگه. چیکار کنم که هیکلم قشنگه، هر کس ببینه دلش میشنگه. ماشالله باریکلا باریکلا، که من سب که خرامونم، مال باغ و گلستونم. بزن دست و تماشا کن
شما واقعا محشر کردیم. مشتری از برنامه شما خیلی خوششون اومده. واقعا باید به شما تبریک کنم. تبریک مبریک ولش. یه ماده از قراردادمون جا مونده. جا مونده؟ بله. کدوم ماده؟ همون ماده‌ای که باید حقوق 15 شبمون رو پیش بدیم. هرچی قراری نداشتیم. چرا؟ چرا؟ حالا خواهیم داشت. اینا که بیشتر از 15 شب مهمونمون نیستن. یه چیزی در راه خدا بهشون بده، شرشون رو بکن بیارن. نفهمیدم. جوشت ازن خوشگلی، ما نمیخواییم جای تو رو بریم. اگه میخواستیم یه کتی رو میز مدیر بشینیم، میرفتیم یه جای بهتر. سب کنید خانم، چرا به این تو دیگه قرار میخواییم؟ اینم موضوع بونگر شب، بفرمه. به این زونی که نباید معامله رو به هم در. زمنم، به این خانم حالی کن که به پروپای ما نپیچه، به سر پشه. اینا هم آدم هم که آوردشون تو کاباره. ببین عزیزم، اگه قرار باشه تو اینقدر حسادت بکنی، باید همه رو بیرون کنی. یه کمی خونسرد باش. خونسرد؟ مسخره است. خواهش میکنم عزیزم، خواهش. من از تو حوصله ندارم. خیلی بهتون میاد. متشکرم بچه ها. به خود من راضی نبودم شما با اولین پولی که میگیرین برام هدیه بخرید کنیم. شما بیشتر از اینا به گردن ما حق داریم. خاله جون، اگه اینو با یک کیف و کفش لیمویی بپوشیم مثل ماه میشیم. ببینم حقه نکنه این یادگار تنها عشقم خوشگله داره باید فرمول دارم باشی خیلی زیاد اونم تو رو دوست داره آره نمیدونم اینقدر زنه خوشگل دورو برش ریختم مثل ما کسی داره توشون گمه تقصیر خودت جونم تو اونو حفظ نکردی تو خوشگلی، سرزبون دارم هستی از اینو گذشتی دوستش داری نباید میذاشتی زنهای دیگه دورو برشو بگیرم نه با وجودی که دلم واسه دیدنش پر میکشه با وجودی که با تمام قلب و روح هم دوستش دارم نتونستم خودم رو راضی کنم برم سراغش آخه من اون با هم خیلی فاصله داریم اون خوشگله، ثروتمنده، جوون مرده، آغاز اما من
شبیه آیی بر من رو بیارایی شو هم که ای گذارم
خودمون ببینم خانم کوچولو، واسه چی رو سن این همه معطل میکنی؟ تقصیر من نیست جونم، مشتری ها میخوان چی کار کنم؟ تو خیال میکنی چی هستی؟ اگه بخوام سر یه دقیقه میندازمت بیرون. گوش کن خانم، بی خود به پرپای من نکش. منم اگه بخوام سر یه دقیقه سکه یه پولت میکنم، فهمیدی؟ میبینیم، حالیت میکنم. انگار ارث باباشو از من طلب کنی. پیر خانم خیال میکنه کی گندیده؟ میترسم آخرش این دختره کار دستمون بده. بلش کن، داخل آدم نیست. اصلا تو بی خود عصبانی میشی. دختره خیال میکنه از دماغ فیل افتاده. شیطونه میگه خودشو چسبونده به مدیر کاباره، اما نمیدونه کسی تره بارش نمیکنه. میدونی تقصیر این مدیر کاباره هست که به اینجور زنها رو میدن و لیلی به لالاشون میذارن. حتما با هم سر و سری دارن. داشته باشم، ما کار خودمونو میکنیم. دلت قرص باشه هر کاری بکنه روسن به گرد پامونم نمیرسه. چی شد؟ نمیدونم، اومدم ماتیک بمالم دیدم توش یه چیزی. نگاه سوزن. سوزن؟ حتما کار اون دختر است. الان حالیش میکنم. ستاره، دختر این پر رو خجالت نمیکشی؟ برای چی توی سر سوزن گذاشتی؟ خیلی عجیبه. چطور من این زن خوشگل تا حالا ندیدم؟ منم از همین تعجب میکنم که تا حالا تو چطور اونو ندیدیش؟ یه خواننده یا آرتیستی به این خوشگلی تو این شهره، ولی من هنوز خدمتشون شرفیاب نشدم. این واقعا عجیب نیست؟ انگار از خودت خیلی متشکری بهروز. چرا که نباشم؟ خب مطلبش کجا نوشته؟ اون وسطا نوشته. میدونی؟ خیلی ها سنگیشو به سینه زدن، اما دماغ همه شونو سوزونده. مثلا همه جمشید خودمونه. ببینم، راست میگه؟ آره. البته با کمال احترام عوضشون رو خواستیم. اینطوری که خودش میگه ها. به اضافه یه اردنگی. اردنگی ها. گاش بزن. شما اگه جای من بودین دست از پا درستر برمیگشتین. اما من اگه تصمیم بگیرم مثل این گیلاس مشهور به چنگش بیارم و بعد به همین آسونی میندازه پیش بالا. این یکی رو کور خوندی. این از اون مشروباییه که خرخرت میگیره و خفت میکنه. من حاضرم شرط ببندم. او مثل که موضوع خیلی داغ شده. شرط سر چیه؟ این ویلای من 1,000,000 میارزه، درسته؟ من حاضرم 10-1 شرط ببندم. وقتش هم یک هفته است. اگه موفق نشدم ویلام با تمام اساسیاش مال تو. اگه موفق شدم تو فقط یه چک 100,000 تومانی به من میدی. قبوله؟ قبوله. یه چیزی دیگه، اگه تو شرط بردی صاحب 100,000 تومن پول مفت شدی، مارم از این نمد کلاهی عطا فرما. تو اون وقت هر کسی هر کاری دلش خواست میکنه.
نغمه ها سر کنم ای آشنا، از دلم برای دینوا که مژده وفا دهد تو را. قصه گذشته ها مگو که عشق دیده هم شود را، که دیگر ای رها از بلا به یاد تو بود گذشته. دارم از این عشق نه داغی به دل سودی به جان، باشد مرا وان روزگار بر سینه این یادگار. چه میگی؟ پای شرط باشدی؟ طرف روش گوش از سرش رفته. ای حواست کجاست؟ آره شرطمون که سر جاش محفوظه. نمیفرستاد، نمیدونم، شاید از سیدان خوشش اومده باشه. کی ممکنه باشه؟ بفرمایید. با اجازه ستاره خانم، اومدم بهتون تبریک بگم. واقعا محشر کردین امشب. حالا موقعی تبریک گفتم بود. چی میگی فرنگیس؟ تبریک گفتم مگه وقت میخواد؟ دوستم داره با شما شوخی میکنه. معذرت میخوام، یه مؤسسه خیریه جشنی به نفع بچهای یتیم ترتیب داده. منم از طرف شما قول دادم که قبول میکنید و اونجا برنامه اجرا میکنید. کار بعدی که نه، بسیار کار خوبی کردی. مرسی. برای منم مرسی. مرسی. خانم ها و آقایان محترم، امشب بزرگترین و عزیزترین هنرمند این شهر افتخاراً دعوت ما رو قبول کردن و با تشریف فرمایی خودشون به محفل ما و جشن ما رونق خارق‌العاده‌ای بخشیدن. البته این هنرمند بزرگ رو همه میشناسین، خانوم ستاره. همتون متشکرم. دوستان عزیز، امشب هممون برای یه منظور اینجا جمع شدیم، شما برای پول دادن و من برای پول درآوردن از شما. پس هممون باید سنگ تموم بذاریم. برافو، باریکلا خوشگلی. خب حالا هر آهنگی رو که دوست دارین، یعنی آهنگی که بیشتر به شما نشاط میده تا پول بیشتری از جیبتون در بیاد، بگید تا براتون بخونم. آهنگ توجه بفرمایید. من یه فکر خوبی به نظرم رسیده. امشب میخوام برای اون بچه‌های کوچولو پول جمع کنیم. من آهنگامو به حراج میذارم. هر کی پول بیشتری بده، من و همکارام آهنگ اونو زودتر اجرا میکنیم. من
پیشنهاد بهتری دارم. حالا که خانم ستاره اینقدر فداکاری دارن، من پیشنهاد میکنم یه بوسه خودشونو به حراج بذارن. چی؟ بوسه خودشو به حراج بذاره یعنی چه؟ حراج بوسه؟ چه چیز عالیه. برای ما پیر مرگه که چیز باشکویه. خجالت بکش. ولی شما فکر نمی کنین به حیثیت جشن ما لطمه ای وارد بشه؟ بله؟ بالاخره بستگی داره به قبول کردن خود خانم ستاره. قبول می کنم. خب دوستان، پس حراجمون رو شروع میکنیم. بوسه ای بر ستاره دست نیافتنی. 500 تومن. یک 500 تومن. دو 500 تومن. یک بوسه 1000 تومن. 1000 تومن یک. 1000 تومن دو. 2000 تومن. چی فرمودین؟ عرض کردم 2000 تومن. 2000 تومن یک. 2000 تومن دو. 3000 تومن. چی؟ شد 3000 تومن. یک 3000 تومن. دو 3000 تومن. 1060 تومن. تو نخن. 3100 تومن. آره من یه اشکالی داری. 3100 تومن. بنویس اینجا دو تاریخ. اینطوری پول خرج میکنی اون وقت یه پاسی یه قسطی واسم دو. 3100 تومن. آقا 4000 تومن. 4000 تومن. شد 4000 تومن. یک 4000 تومن. دو 4000 تومن. بوسه ای بر ستاره. بیشتر نبود؟ 40000 تومن. چی؟ بله 40000 تومن. 40000 تومن. یک 40000 تومن. دو 40000 تومن. سه 40000 تومن. آقا برنده شدن. ستاره‌های آسمون و تمام کهکشان تبدیل به الماس و جواهر بشن در مقابل یک بوسه شما، بی‌ارزش. بهای بوسه شما رو حتی یک عشق پاک با تمام عظمت و شکوهش نمیتونه بپردازه. من واقعا مسهور شما شده بودم. متشکرم، شما تعارف میکنی. چرا تعارف؟ از صمیم قلب میگم. فکر نمیکنین از کاری که امشب کردیم بعدم پشیمون بشین؟ پشیمون بشم؟ برای چی؟ این لذت بخشترین کاری بوده که در مدت عمرم انجام دادم. مطمئنی؟ قسم میخورم. به چی؟ به عظمت و بزرگی آسمان، به لطافت و درخشندگی ستاره ها. من دنبال ستاره تو آسمان ها میگشتم، اما یک شب از تو یک صدف دریا پیداش کردم. مثل یک مروارید پریبنده زیبا
راستشو بخوای به مالک این جواهر گرانبها حسودیم میشه. اگه مالکش بودی بهش وفادار میموندی؟ ولی تا حالا که نبودم. میتونیم بگین آره یا نه؟ نیست؟ ببینم تا حالا چند دفعه عاشق شدی؟ به چی؟ معذرت خواهم، منظورتون رو نمیفهمم. چرا؟ خیلی هم خوب میفهمی. پرسیدم تا حالا چند دفعه عاشق شدین؟ راستش والا چیزی به اسم عشق هرگز تو زندگیم وجود نداشته. مثل اینکه بعضی حرفاتون غیر از معنی ظاهرش باید یه معنی دیگه هم داشته باشه. میدونی؟ وقتی اطرافیان آدم حرفشو نفهمن آدم احساس تنهایی میکنه. این تنهایی قابل تحمل نیست، کشنده است. به خصوص اینکه حرف آدم سالها تو قلبش دفن شده باشه. قبول دارم. عقیده منم همینه. شما یه چیزی میخواییم به من بگیم؟ خب، بگی. سالها پیش یه پرنده زیبا که بالهای طلایی داشت تو قلبم آشیونه کوچیکی ساخت. خیال کردم اون همون همای سعادتیه که زیر سایه بالاش میتونم راحت و آسوده بخوابم. اما افسوس، یه روز پرنده زرین بال من پر کشید و رفت. از اون روز به بعد با گلبرگای بهاری آشیونش رو تزیین کردم. سالها انتظارش رو کشیدم تا اینکه یه روزی پرنده من گزارش به لونه‌ای که تو اون ویرانه گذاشته بود افتاد. اما اونجا رو نشناخت. نگاهش با من غریبه بود. این مرد خوشبخت کیه که قلب خوشگلترین زن عالم رو تصاحب کرده؟ حسودی؟ دوب دوبلت هم قبول. دوبله دیگه. رست. این همیشه قفتی میاد، درست مثل شرط بندیش. خارج از موضوع صحبت نکن. من دیدم. جا ما نیستیم. دیدم. صدام. یکی دیگه‌ش هم توی کابارست میشه کاره. گول خوندی، اون یکی رو مگه تو خواب ببینه؟ پسر کجای کاری، هنوز سه شب دیگه مونده. خب، با وجود این، فردا شب میتونین سر ساعت ده بیاین تو اتاق خوابم ببینینه.
بالت بلنده، برق چشات داره میگه که تو عاشقی، تو دستت میخونم و تو چشمات میبینم که به مراد دلت میرسی، چون اونی که تو دوست داری خیلی بات مهربونه، اونم تو رو دوست داره. ناراحت نباش، حتما به مراد دلت میرسی. به سلامتی پنجمین سال آشناییمون بخوریم؟ چرا؟ خیلی دلم می‌خواست. چرا اینطوری نگاه می‌کنی؟ هیچی. فکر نمی‌کنی از اینکه امشب برنامه تو اجرا نکردی کامران ناراحت بشه؟ ناراحت بشه؟ مهم نیست. خیال کرده من کی هستم؟ یه دفعه دیگه به خونش رو تلفن کن، زود باش. بله قبول. مشتریای کاباره، کاباره رو گذاشتن رو سرش. بفرمید. الو؟ بله، بله، چند دفعه بگم از عصر که رفته بیرون هنوز بر نگشته. از تکلیف کاباره چی میشه؟ الو؟ آقای کامران شما هستی؟ بله، پس میخواستی کی باشم؟ نمیدونم کجا رفتی. خیلی خوب فرنگیس خانم، اگه اومد بهش بگو دیگه 70 سال سیاه نمیخوام. نه 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 نه، اینو بهش نگو. خواهش میکنم بهشون بگو که مشتری ها ما رو کلافه کردن. فهمیدی؟ مشتری ها ما رو کلافه کردن. خواهش میکنم، تمنا میکنم زودتر تشریف بیارن. چشم، خدافظ. شما میدونید خانم کجا رفتن؟ نه آره، رفتی یه جای خوب. گلا رو کجا میبری؟ میرم بریزم بیرون، اینا دیگه خراب شدن. چی میخوای بریزی بیرون؟ بله. نه نه، اون گلا مال بهروز، ببر بذار تو اتاق خواب خانم. خیلی خوب. تو زندگی هیچ وقت به اندازه امشب خوشبخت نبودم. تو بغل تو احساس آرامش میکنم. مثل اینکه خوابت میاد. نفر اینطوری وارد اتاق خوابت کردی ها؟ وقتی
کسی رو دوست داره و سالها منتظرش میمونه، لحظه که دوباره بهش میرسه از تمام لحظات دنیا براش بیشتر میارزه. میفهمم چی میگی. نه بهروز، تو هیچی رو نمیدونی، یعنی از هیچی خبر نداری. یادت میاد پری روز بهت گفتم نگاهت با من غریب است؟ نمیفهمم تو چی میگی. تو؟ آره، همون دختری که 5 سال پیش تو کافه دیدیش و بعدم بردیش بیمارستان و تا حالا به خاطر عشق پاک و مقدسی که به تو داشته همونطور که بود برای تو مونده. راستی یه روز دیگه با آدرسی که دادم برای چی سهم نکردی ببینم؟ چرا؟ نه، حرفشم نزن. ولی حالا امشب سعادتی رو که سالها انتظارشو کشیدم به دست آوردم. اون شب که تو رو تو کاباره دیدم باورم نمیشد، بعدشم همینطور مثل اینکه خواب میدیدم. وقتی ازم دعوت کردی با تمام وجود دعوت تو قبول کردم و حالا با تمام قلب و روحم مال تو، بدون اینکه فکر فردا رو بکنم. یعنی همه زندگی من فقط همین امشب، شبی که آرزوشو داشتم. واقعا دوجوانه گاشتی تو جیبت کشوندن ستاره به این خونه و به اتاق خواب، یعنی یه شاکار. حالا ما هم کنیم بچه ها بشکنه چی میگم. خواهش میکنم یه دقیقه به حرفم گوش کنیم. من شرطو باختم. چی؟ ستاره دعوت منو قبول نکرد. آره شرطو باخته، اینم نشونیش. کیف خانم، وقتی ستاره اینجا باشی یعنی تو شرطو بردی. ببینی من چی میگم. خواهش میکنم، من شرطو باختم. بیدارم هر وقت بخوای به اسمت میکنم. شرطو من باختم نه تو. اینم چک 100,000 تومنه. اگه تو نمیفهمی میگم من شرطو باختم. ستاره اینجا نیست. دروغ میگه. ستاره برای چی اومدی بیرون؟ آخه تو که نمیدونی چه بچه دیگه. فهمیدم چه شرطی سر من بریده. درسته که من شرط بسته بودم، اما همه حیف که من همه چیزو شنیدم. برو کنار. خواهش میکنم، خواهش میکنم ستاره، سب کن. ستاره دیگه نمیخوام، من کامران هستم. بگی ستاره خانم صحبت کنن، البته اگه تشریف دارن. ستاره خانم حالش خوب نیست آقای کامران. چی گفتی؟ مریضه؟ خیال میکنین من احمقم؟ باورش نمیشه ستاره، میترسم گندش در بیاد. خیلی خوب، بگو شب میاد برنامه رو اجرا میکنه. بهش بگین که امشب برنامه رو لنگ نذاره. امشب میاد برنامه رو اجرا میکنه آقای کامران، حتما. متشکرم. خانم کجا تشریف دارن؟ خانم میفهمه، یعنی چیزه، رفتن خونه. رفتن خونه کی؟ حرف بزن، من باید ببینمش. من میخوام باید صحبت کنم. ستاره؟ ستاره؟ از کجاست؟ چیه بهروز خان؟ من باید باش حرف بزنم. دیگه چی میخوای بهش بگی؟ تو که اونو نابود کردی. من مقصر نیستم، میخوام اینو بهش حالی کنم. خواهش میکنم بگو کجاست. تو اتاق خوابشه.
باز کن ستاره. من میخوام با تو حرف بزنم. خواهش میکنم. من میخوام حقیقت رو بهت بگم. صدامو میشنوی؟ خواهش میکنم درو باز کن. درسته که من شرط بسته بودم. ولی بعد پشیمون شدم. من موقعی شرط بستم که تو رو نمیشناختم. ستاره. به خدا راست میگم. درو باز کن. بی خود اصرار نکن. اون الان نمیتونه حرفای تو رو قبول کنه. آخه چجوری میتونم حالیش کنم که دوستش دارم؟ ولی حالا فایده ای نداره. یه چند روز صبر کن، کمی اعصابش آروم بشه. نمیدونم، شاید اینطوری بهتر باشه. خدافظ. امشب میخوام واسه تون برقصم. دلم میخواد همه تون خوش باشین. بخونین، بزنین، برقصین. گور پدر دنیا. بابا کرم. خجالت نمیکشی با این بازی رو صحنه؟ از این به بعد هر شب همین برنامه. چی بکن؟ آخه دختر جون، یه خودت فکر کن، این درست نیست. بیشتر از هر کس خودت لطمه میزنی. من برای خودت میگم. گفتم همینه که هست. میخوای بخوانه میخوای نخوا. نه خیلی که نمیخوام. برو بیرون. برو گم شو. خواهش میکنم آقای کامران. خون سرد بشه. ستاره حالش خوب نیست. میخوام سر به تنش نباشه. آرتیستی که مست و لایعقل بره رو صحنه به درد کاباره من نمیخوره. آره. دیگه حق نداری تو بذاری اینجا. فهمیدین؟ چرا با خودت اینطور میکنی؟ میدونی عاقبت این کار چیه؟ خواهش میکنم. اقلا به خاطر من. به خاطر تو؟ این نباش. برو گم شو. خیلی مرخرم. به خاطر این. بله آقا. ستاره خانم مست کرده بود. آقای کامران عصبانی شد. گفتی بیرونش کرد؟ بله، چیزی نمونده بود کتکشم بزنه. خیلی عصبانی. خیلی خب، اگه خبری شد فوراً بهم تلفن کن. چشمه، دیگه فرمشی نداری؟ بسته ستاره، اگه میخوای خودکشی کنی، راه‌های دیگه هم هست. اینقدر مشروب نخور. خواهش میکنم فرانگیز، برو من رو تنها بذار. تنهایی مشروب خوردن خوب نیست، به من تعارف نمی کنید. واسه چی اومدی اینجا؟ برو بیرون. نباید اینطوری به من حرف بزنی. سه کسی فتو بکش، رو به جسد من هم نمیتونی دسترسی پیدا کنی. که اینطور؟ برحال این بهترین فرصتیه که داری از دست میدی. اون سند 1 میلیون تومانی که یادت هست، من اونو اجراش گذاشتم. در عرض 24 ساعت
میتونم تمام این خونه زندگی رو توقیف کنم و تو رو از اینجا بندازمت بیرون. برو گم شو، برو هر غلطی که دلت میخواد بکن، برو این بونه کسی، برو بیرون. خبره که بابا انگار کشه پوست پیازش غرق شده. دست رو دلش نذارین، طرف پاک آلوده شده. آره بابا، یه رقاصه کافه که قابل این حرفا نیست. خفه میشین یا نه؟ خانم ستاره هستن. ستاره از اینجا رفته؟ رفته؟ بله، یه بدهکاری بزرگ داشتن، خونه اساسشون رو توقیف کردن. تو که میدونی عزیزم، من هر دوی شما رو دوست دارم. تو این یه ماه هم خیلی سعی کردم شما ها ناراحت نشید، ولی دیگه از اینجا خارجه. اونم که بیکاری گوشه افتاده و همش مشروب میخوره. فرض خود میدونم خاله جون، خیلی هم ازت خجالت میکشیم. بالاخره بعض ستاره که اینجوری نمیمونه، هیچ کاری میکنه. فکرم خودشم خیلی ناراحته. ستاره چی کار میکنی؟ بازم مشروع؟ میدونی فرنگیس، من کار پیدا کردم. کار؟ کجا؟ چی جوری؟ اونش دیگه مهم نیست. یعنی دیگه هیچی تو این دریا واسه هم مهم نیست. تو حاضری با هم کار کنی ها؟ آره که حاضرم. از امشب شروع میکنیم. بیرونمون کردن. من تمام شهر رو برای پیدا کردن شما زیر رو کردم. بهروز خان، خودتون باعث شدین که ستاره به این روز بیفته. اون شما رو خیلی دوست داشت. وقتی بله میدونم، میدونم تقصیر من بود، من مقصرم، اما من واقعا دوستش دارم، میپرستمش. اینو چطوری میتونم بهش حالی کنم؟ اگه دوستش داری نجاتش بدی. اون الان تو چنگاله یه مرگ تدریجی داره دست و پا میزنه، داره با مشروب خودکشی میکنه. من که چند دفعه اومدم کمکش کنم، اما میدونم، ولی با همه اینو بازم بیا اینو کمکش کنی، نذاری خودشو نابود کنه. باید یه ریسکی بکنم، فقط یه جوری میشه نجاتش داد. چه جوری؟ خودم راهشو خوب بلدم. سلامتی بیا خانم.
بود بیاری. تمام نجاتت بده به عمر بی اعتبارم. مشروب پیسی افتادی؟ قیافت خیلی تماشایی. انگار تازه که خودتو تو آینه نگاه نکردی. تو ریختت خیلی تماشایی تره، خیلی بهت میاد. من هیچ فرقی نکردم. این غیرت و مردونگی تویی که باعث شده من بدبخت بشم و به یه همچین روزی بیافتم. تو چرا فلاکت و بدبختی از سرت میریزی؟ ببینم نکنه پولات تو اون ویلای بهشتی به پای خوریای بهشتی ریختی و ورشکستی. خیلی خوشحال میشم اگه بدونم چطور شد به این پیسی افتادی. نکنه سر شرط بندیات بعد وقت مفلس شدی؟ نه، تو قمار باختم. قمار کردی؟ تو لیاقتشو نداشتی. تو میبایست انتقام گذشته کثیف تو پس میده. حالا که روز خوشیته، منتظر بدتر از اینام باش. من بهترین زندگی رو کردم، تمام دنیا رو زیر پام گذاشتم. هیچ آرزویی ندارم که حسرت اون رو داشته باشم، اما سرکار علیه چی؟ درست مثل یه فواره که لیاقت سربلندی رو نداشته باشه. تو یه خود رفتی بالا، چون دست و پات گم کردی که با سر اومدی پایین. هنرمند مشهور، خوشگلترین زن عالم. بفرما پایین. نامردی و پستی های مردم کاری کرد که از همه چیز متنفر بشه. بار خانوم اینا همش بهانه است. بهانه آدم های لاابالیه که عرضه ندارن موقعیت خودشون رو حفظ کنن. تو اگه عرضه داشتی خودتو مسخره مردم نمی کردی. وقتی پایه زندگی رو دروی و پستی بنا شده باشه، مردم شرزشی دارن که نظرشون داشته باشه. بی خود فلسفه نباف. میدونی چه؟ تو اصلا فطرت دینه. مگه مادرت یادت رفته؟ اونم توی همچین منجلابی مرد. تو که بهتر از اون نیستی؟ مادرم اگه به خاطر من نبود میتونست بهترین زندگی ها رو داشته باشه. معلومه، دخترش هم که داره اسم اونو زنده میکنه. تو واقعا موجود پست و رزلی هستی. درسته، هرچی هستم بزرگترین نقش و رنگ زندگی تو هم. حالا هم هر وقت اراده کنم تو رو مثل یه برده دنبال خودم میکشم. نه خیر، اینطور نیست. یه روزی در حق من و مادرم محبتی کردی که من تصور کردم تو فرشته یه نجات منی. کار تو از نظر خودت یه تفریح بود، یه وقت گذرونی بود. اما اونی که برای تو شخصیت نیمه خدایی ساخت دل من بود، احساسات و قلب شناسی من بود. در واقع تو هیچی نبودی، چون نه احساسی داشتی و نه میتونستی محبتهای من رو درک کنی. نه خیال کنی من گول تو رو خوردم، نه خیال کنی به خاطر نامردی تو به این روز افتادم. نه، من فدای دل خودم شدم. این من بودم که از تو یه بت ساختم و جلوی پاش به سجده افتادم، در حالی که تو بی‌ارزش‌تر از اون بودی که به نوکری در خونم قبولت کنم. فهمیدی؟ بی خود داد و فریاد ران انداز. این حرفایی که تو میزنی همش پوچه. تو برای همین منجلاب زایده شدی و بایدم همینجا زیر دست و پاها مثل یک چرب بلوری و له بشی. من همون ستارم، همون ستاره‌ای که صدها تو و امثال تو زیر پاها گل میریختی. هر وقتم دلم بخواد همون خواهم شد، میفهمی؟
باید استراحت کنی. ببینم خانم، اینجا کجاست؟ بیمارستان. مگه یادت نیست؟ چی؟ بیمارستان؟ چی تموم شد؟ دیگه اون کابوس ها تموم شد. من چند روز اینجا؟ دوازده روز؟ پس چرا من هیچی یادم نمیاد؟ روز بخیر خانم، امروز دیگه حالتون کاملا خوبه، ولی؟ متشکرم آقای دکتر، مثل اینکه خوبم. بذاری نبضتونه ببینم؟ خوبه خوبه، کاملا عادیه. شما دیگه به هیچی احتیاج نداریم به جز داروهای تقویتی و استراحت کامل. نهار بهشون کباب میدید و آب میوه مفصل. متشکرم. خانم معین، شما رو تو اتاق 36 میخوان. الان میرم. ببینم خانم، شما میدونید این گلا رو کی آورده؟ مگه خودتون نمیدونید؟ خب اون آقاهه، چه میدونم نامزدتونه یا دوستتون، اما خیلی خوش تیپه. کی ممکنه باشه؟ به هر حال باید خیلی خیلی مواظب باشین، چون ممکنه هر آن دوباره هوس مشروب بکنین، اون وقت تمام زحماتمون به هدر میره. مطمئن باشید آقای دکتر. دیگه سفارش نمی‌کنم. خداحافظ. خداحافظ. خیلی متشکرم آقای دکتر. ببینم، شما که بهش نگفتین ما بیمارستانشو عوض کردیم. نه، خودش هم هیچ یادش نبود. یه خواهش دیگه هم ازتون دارم، راجع به من هیچی بهش نگید. اگه بفهمه من این کارا رو کردم ممکنه لج کنه، اون وقت همه نقشامون به هم بخوره. چش. متشکرم. سلام ستاره. فرهاد، چه خوب کردی اومدی. خیلی خوشحالم که تو رو اینطوری سر حال می‌بینم. خیلی متشکرم فرهاد. نمیدونم چه جوری ازت تشکر کنم. خواهش میکنم، این حرفا چیه ستاره؟ تو چقدر خوبی. من از تو شرمندم که اونطور با تو رفتار کردم و تو در عوض این همه به من لطف و محبت کردی. بشی. خب بگو ببینم، این چند وقته چی کار میکردی؟ نمیدونی چه آهنگایی ساختم، همشون به خاطر تو. با آقای مهتاب صحبت کردم که تو کابره اون آهنگا رو اجرا کنی. یعنی من باز میتونم با اون کار کنم؟ البته اون از خونها میخواد. شما رو چشم ما جا دارید خانم، خودتون کم لطفی فرمودید. البته یک کمی بین ما ناراحتی پیش آمد، اما من قول میدم جبران کنم. متشکرم. من باید از شما تشکر کنم، چون وجود شما مایه افتخاره. از کی میتونید برنامه‌تون رو شروع کنید؟ ما از همین الان آماده هستیم قربان. عالیه، خواهش میکنم از همین امشب شروع کنید. خدا رو شکر فرانگیز، خدا رو شکر که میبینم ستاره دو مرتبه برنامه خودشو شروع میکنه. نمیدونی چقدر خوشحالم. بایدم خوشحال باشی، چون این تو بودی که به اون زندگی دوباره بخشیدی. فقط حیف که تو الان نخواستی اون فداکاری تو رو بفهمی. چرا؟ حالا دیگه میخوام بفهم. اون کجاست؟ تو اتاق گریمش. بحبه، خیلی نونوار شدی. گوش کن ستاری. چی رو گوش کنم؟ دیگه از من چی میخوایی؟ من که یه دفعه زندگیمو به خاطر تو باختم، حالا اومدی کشی؟ ببین ستاری، من میخوام باید حرف بزنم. مگه حرفیم مونده که نزده باشی؟ یادت رفته چطور منو تأخیرم کردی؟ یادت رفته؟ من میخواستم. بله، میخواستی سیاه روزی متماشا کنی، میخواستی شاهد دست و پا زدن قربانی خودت باشی. دیگه گول حرفای تو رو نمیخورم. موضوعی نیست، بذار رو راست بهت بگم. دیگه چی میخوای بگی؟
میخوای بگی بازم با رفقات شرط بندی کردی؟ بازم؟ نه ستاره، خواهش میکنم به حرفام گوش بده. دیگه حرفی نداریم با هم بزنیم، دیگه همه چیز بین ما تموم شده. برو بیرون از اینجا، برو گم شو. بسیار خوب، من از اینجا میرم، ولی تو هم با خودم میبرم. بی ادبی آقای محترم. اینم بی تربیتیه که تو کار سایرین دخالت کنی. میفهمی تو کار کی داری فضولی میکنی؟ قبل از اینکه بنظمت بیرون از اینجا برو، برو از اینجا. یک گوشتو واکن آقا پسر، اگه میخوای با این دستان خفت نکنم از سر رای من برو کنار. من و ستاره هم دیگر رو دوست داریم. دستتو بکش، هر کی بخواد مانع سعادت ما بشه با این دستان خفش میکنم. من دیگه سر و صدا نکنی. طوری که نشدی ها؟ نه، ولی داشت خفم میکرد. دیگه تموم شد، امشب نامزدی خودمون رو اعلام میکنیم تا از شر این دیوونه خلاص بشی. ستاره خواهش میکنم عزیزم، برو بگو برنامه‌مون رو اعلام کنم. برو چشم. برو تو فکرت بکن عزیزم، ممکنه بعدم پشیمون بشی. پشیمون؟ برای چی؟ من تصمیم خودم رو گرفتم. Thank you.
امشب میخوام مژده بزرگی بهتون بدم. ستاره خواننده شما دیگه دنیای تنهایی رو پشت سر میذاره و نامزدی خودش رو با مرد ایدئالش اعلام میکنه. متشکرم. اون کسی که این خوشبختی رو به من داده فرهاده. به طوری که آقای مهرداد مدیر کاباره و سایر شهود اظهار میکنن، شما شب حادثه در اتاق رخکن با مقتول نزاع کردین و اونو تهدید به قتل کردین. در این مورد چه جوابی میتونید بدید؟ من عصبانی بودم آقای باسپورس، ولی هرگز قصد قتل فرهادو نداشتم. دروغ میگه. من به جرأت قسم میخورم اون فرهادو کشته. خواهش میکنم خانم ساکت باشین. خانم ستاره اظهار داشتن این مدال قبلا پیش ایشون بوده. آیا میتونید بگید چه تاریخی دوباره مجددا اونو به شما برگردوندن؟ درست به خاطرم نیست. تقریبا 3 ماه قبل. این مدال در کنار جسد مقتول به دست اومده. در این مورد چه توضیحی میتونید بدید؟ راستش هیچ توضیحی نمیتونم بدم. بسیار خوب. خانم ستاره شما میتونید تشریف ببرید. من میدونم که از من متنفری. بایدم باشی. ولی به اون خدایی که دوستی و محبت رو آفریده، من فرهادو نکشتم. کار ایشونو ببرید. اطاعت کنم. بفرمید. خب دیگه تموم شد. آره تموم شد. خیال میکنی خیلی هنر کردی که جوانی رو که اینقدر تو رو دوست داره انداختی زندون؟ دوستم داره. تو که نمیدونی اون تو جلد یه جوان مرد یه انسان با شرف با هم برخورد کرد و وقتی که با تمام وجود عاشق شدم از پشت بهم ضربه زد. حتی موقعی که الکلی هم شده بودم اومد و منو مسخرم کرد. بذار یه چیزی رو بهت بگم. اون مشروب فروشی رو یادت میاد که هر شب مثل گده‌ها دوزار دوزار جمع میکردین؟ شبی که بهروز اومد تو این کافه من اون با هم قرار گذاشته بودیم. همش صحنه سازی بود. همش به خاطر تو بود. آره خانوم. آره میدونم. اون شرط بندی هم به خاطر من بود. باور کنین ستاره خانم که اون آتش رو جلا روشن کرده بود. اون میخواست آبو گلالود کنه و ازش ماهی بگیره. بگو اون شب چی شد. آره بعد از اون شبم دوستی چندین سالشون به هم خورد. اصلا میدونی خرجتو رو تو بیمارستان کی داد؟ کی بود که هر روز یه سبد گل برات میفرستاد؟ کی بود که هر روز میامد و احوال تو رو میپرسی؟ پس چرا اینو تا حالا به من نگفته بودی؟ آخه اون خودش نمیذاشت. همه اینو گذاشتی. شبی که برای فرهاد اون اتفاق افتاد من با چشم خودم دیدم که بهروز قبلا از کاباره رفته بود بیرون. اینو چرا تو بازپرسی نگفتی؟ چه میدونم؟ گوشن خواه خواهش میکنم برگرد پیش بازپرس. چی کار میخواییم بکنیم؟ من مطمئنم که اونا راضی نیستن یه بیگناه محکوم بشه. مرداد، امشب مگه بازم کاباره تعطیلی؟ خب، البته ها لاغل باید چند شب تعطیل کنیم. فکر میکنید لازم نیست؟ چه لزومی داره؟ اون که از بین ما رفته. با این کارام که دیگه زنده نمیشه. آخه میدونیم با این تعطیلی چقدر از مشتری های کاباره رو از دست میدید؟ بقیده من؟ هیچ صلاح نیست؟ آخه نوازنده پیانو نداریم. رهبر ارکستر چی میشه؟ فکر اونشو نکنیم. من یه پیانیست سراغ دارم که بهتر از فرهاد میزنه. خودم بهش میگم همین امشب کارمون رو شروع میکنیم. ساعت 9 چطوره؟
بسیار خوب، آرتور ملی شماست. خواهش میکنم این زیپی منو ببند. قربونه دستت، خیلی ممنون. هم دختر خوبی هستی، من نمیدونستم چیه تو بلا. خواهش میکنم چون من نکنم بسمون هر سر میاره. هر سر میاره هر چیز بکنم نیستم جونی. خودتونو کشتی. نه اون اون اونجا نشسته، اون فقط زخمی شده. نه نه نظر کنه کنه بیا بیا حرکت کنه کنه بلاف کنه. خیلی متشکرم آقای باسفور. بهتون تبریک میگم خانم ستاره، شما موفق شدید. پس بهروز کی آزاد میشه؟ فردا صبح آزاد میشه خانم. تو از من چی میخوای؟ برو. هیچ کس حرف منو نفهمیده، هیچ کس صدای دل شکسته ای منو نشنیده. بسته نخور عزیزم، خودتو ناراحت نکن. هوشنگ، چه خبر؟ هیچی. چی شده؟ چرا حرف نمیزنی؟ چرا گفتم؟ همه چیزا بهش گفتم. باور کن ستاره، بهش گفتم تو چقدر براش فداکاری کردی. گفتم این تو بودی که قاتل اصلی رو پیدا کردی. ستاره، اون به خاطر لجبازی با تو حاضر شده با کسی دیگه عروسی کنه. پس عروسی میکنه. مبارک است انشالله. دوشیزه باکره محترمه مکرمه توران دخت صبور، اجازه دارم وکالتاً شما را به عقد ازدواج دائمی آقای بهروز واسقی در بیاورم؟ حالا اینه بلنن چی کار کنم؟ آره همه درسشون از حفظه. ببینم تو چی کار میکنی؟ تلیتی بقلش میکنم و میگم بابا باری کاری کنم بگه بریم. این آخرین بار است، تکرار میکنم، دوشیزه باکره مکرمه محترمه توران دخت صبور، اجازه دارم وکالتاً شما را به عقد ازدواج دائمی آقای بهروز واسقی در بیاورم؟ مادر جون جواب بده، ده بگو دیگه، بگو بله. اجازه میفرمایی؟ بابا سیاه، بابا سیاه، بابا سیاه، بابا سیاه، چی شد؟ چی آقا؟ بچه ها چی آقا؟ عجیبه آقا، از
شما پرسیدم این بچه ها کی هست؟ مهانجون اینکه زن و بچه ها زن باشه میخواستی دختر ما رو بدبخت کنی خجالت داره از سطح ناریت میشن دختر ما رو سر زبونه انداختی خجالت نمی کشی خیلی آدم نامردی هستی ولی بهت قول میگم به همین سادگی ها کار تموم نشه باید بشه میدم پس به این ترتیب ما مرخصی نه خیر ما دوتا رخت کن پس با پرسن اسنامه خانون را لطف بفرمایید بفرمایید بخون این شیزه یه محترمه یه مکرمه ستاره سعادت پور اجازه می فرمایید شما را به عقد ازدواج دائمی آقای بهروز واسعی بر بیارم Mandalina, 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 mand